اگه فقط بخوام تو یه جمله توصیفش کنم که کیک هویج گردو چه مزه‌ای میده، باید بهتون بگم مزه بهشت میده. با هم این کیک فوق‌العاده خوشمزه رو درست کنیم، خیلی راحته، حتما عاشقش میشیم. احتیاج داریم به 1/3 پیمانه گردوی خرد شده. اگر دوست داشتین گردو بیشتر زیر دندون بیاد توی کیکتون، یه مقداری درشت‌تر نگه دارین گردواتون را. ممنون میشم تو یادتون نرفته ویدیو رو لایک کنین. به 3 عدد هویج متوسط احتیاج داریم که باید رنده ریزشون کنیم. هویج رو باید پیمانه کنی بدون اینکه آبش رو بگیریم یا فشارش بدیم داخل پیمانه، اون رو با قاشق داخل لیوان بریزیم. به 3 پیمانه هویج رنده شده احتیاج داریم. باید مواد خشکمون رو با هم مخلوط کنیم. دارچین نصف قاشق چای خوری و بیکینگ پودر 1 و 1/2 قاشق چای خوریه. باید نصف قاشق چای خوری بهش جوش شیرین هم اضافه بکنی. اگر دوست داشتین که حذفش کنین، مقدار بیکینگ پودر رو بیشترش کنین، 2 برابر کنین. بهتره که برای کیک های میوه‌ای از جوش شیرین استفاده کنین. حالا آردمون رو 3 مرتبه الک میکنیم که مقدارش 2 پیمانه یا معادل 300 گرمه. چهار عدد تخم مرغ داریم که توی یه ظرفی میشکنیمش. شکرمون 1.5 پیمانه است که اون رو هم به تخم مرغمون اضافه میکنیم و حدوداً 5 دقیقه با همزم میزنیمش تا کرم رنگ بشه. یک پیمانه روغن داریم، به موادمون اضافه میکنیم و 1 دقیقه دیگه با همزن میزنیمش. در حین کار دورگیری فراموش نشه. حالا مواد خشکمون رو کم کم تو چند مرحله بهش اضافه میکنیم و با لیسک دورانی مخلوطشون میکنیم ترکیب رو. دو قاشق آرد داریم که با گردومون مخلوطش میکنیم. و بعد به مواد کیکمون اضافهش میکنیم.
هویج رو توی دو مرحله به مواد کیک اضافه میکنیم و همینجوری آروم و دورانیم ترکیبشون میکنیم. من قالبم رو یه مقدار کره مالیدم و بعد آرد پاشی کردم. برای کیک های میوه‌ای از قالب های میان تویی بهتر استفاده کنید یا قالبتون کفش بزرگتر باشه، از قالب کوچیک استفاده نکنید. توی فر از قبل گرم شده با دمای 180 درجه 50 دقیقه بپزه. اگر با توستر میپزین دماش 160 درجه باشه. بافت و پفش عالی شده، یه مقداری روشی کوچولو سوخته که من اونو جداش میکنم. حالا من برای اولین بار میخوام کیکم رو خامه کشی کنم و یه کوچولو لاش خامه بذارم. لطفاً اینو توجه داشته باشین که من اصلا ابزار خامه کشی و اینا رو ندارم و هرچی که دم دستم بود و باش استفاده کردم و این کیکم رو به این صورت در آوردم. تجربه خوبی بود. این کیک به قدری خوشمزه و خوشطعمه که اصلا احتیاجی به خامه نداره. من برای تنوع این کار کردم. اگر دوست نداشتین همونطوری ساده میل کنید. اینم از کیک هویج گردوی خوشمزه من که خیلی خیلی طرفدار داشت و خیلی خوششون اومد. تو رسیپی این کیک 180 درجه دمای فر باید باشه با 60 دقیقه زمان پخت. اما به نسبت فر من 60 دقیقه زیاد بود و یک کوچولو کیکم برشته شد زیرش. به خاطر همین از 50 دقیقه به بعد حواستون به کیکتون باشه. خیلی ممنونم که با من تا انتهای ویدیو همراهی کردین و ویدیو ما تماشا کردین. لطف شما همیشه به من ثابت شده است. ممنون میشم اگر ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین و اگر بار اول ویدیوهای من تماشا میکنین و به کانال من اومدین، اگر دوست داشتین دکمه سابسکرایب و زنگوله کنش رو فشار بدین تا اگر که من باز هم ویدیو گذاشتم بتونین بیاین و تماشاش کنین. این کیک فوق‌العاده است. برای یک بارم که شده حتما درستش کنیم و نتیجه رو برام تو کامنت ها بنویسین. خیلی ممنون. خدا نگهدار.